بیشتر صحبت میکنیم با ناصر تیموری پژوهشگر دیدبان شفافیت افغانستان سلام و شب شما بخیر آقای ناصری چرا حکومت نمیتونه که حکومت و افغانستان و همچنان بانک جهانی از ده میلیارد دلار که در 15 سال گذشته از طریق صندوق بازسازی افغانستان هزینه شده اینا حساب بکنن بسم الله الرحمن الرحیم سلام خدمت شما و های عزیز من دیدم در گزارش که هم وزارت مالیه و هم در خبری بانک جهانی از دقت از, از این گزارش زیر سوال بردن ام ما من حیث دیدبان شفافیت افغانستان پول هایی که توسط بانک جهانی به مصرف میرسه و نوی کاری که اینا با حکومت افغانستان میکنن من می به دو مثال میخوایم با جزیات بیشتر اشاره بکنم تا برای بیننده های عزیز واضح بشه که واقعا بانک جهانی در نوی مصرف از این کمک ها مدیریت لازم را انجام نمیده اول دیدبان شفافیت افغانستان یکی از برنامه های بزرگ بانک جهانی که راسازی روستایی هست 400 میلیون دلار یک برنامه کلان هست و حدود 1400 پروژه را در شرکات از او انجام دادن ما یک سال پیشی بررسی کردیم و نتایج از به ریاست جمهوری فرستاده شد و در تعقیب امی گزارش که برای ریاست جمهوری فرستاده شده بودی برنامه ها متوقف شد اما در مورد جزیات ازی این که ما در مورد 400 میلیون دلار راسازی روستایی بود بیشتر معلومات بودم در مورد نحوی مصرف و مدیریت از این کمک ها وقتی که ما ای اینا بیشترشان پروژه های ساختمانی بود تقریبا همه و راهسازی روستایی وظیفیش ای بود که ولسوالی ها را و ولسوالی ها را به شهرها وصل بکنه وقتی که ما رفتیم در نخست وقتی که خواستیم گفتیم که شما اطلاعات مربوط به این پروژه را برای ما بتین کسایی که را مدیریت میکردن یک سلسله اطلاعات را دادن برای ما اما شاید خیلی فکر میکردن که همه مفتشین با مفتشین قبلی اخفال بکنن و اطلاعات کافی را ندن ما دو عنصر از اطلاعات از اینا خواستیم یکی اینه که اضافه زمان پروژه ها و اضافه قیمت پروژه ها وقتی که پروژه قرارداد شده بعد از قرارداد شدنش مثلا اگه برای یک سال برای 100000 هزار دلار شده این ختم از این پروژه این 100000 هزار دلار به چقدر افزایش یافته و همچنان از یک سال به چقدر این زمانی افزایش یافته 1400 پروژه رو که برای ما دادن ما دیدیم که یک فیصد دو فیصد از پروژه ها اضافه قیمت و اضافه زمان دارن اما شک داشتیم ما به ای که ای اطلاعات از اینا واقعی باشه و در گزارش سیگار هم آمده که یکی از کارهایی که بانک جانی میکنه اطلاعات کافیره در دسترس هیچ کس قرار نمیگیره نمیده نه تمویل کننده ها نه سیگار و حتی ما که رفته بودیم که بررسی بکنه اما ما در او مرحله متوقف نشدیم بعدا همه دوسیار از 1400 پروژه ما 256 پروژه را نمونه گیری کردیم و کل ها را خواستیم بعد از نمونه گیری ما نتیجه گیری ما از این دو عنصر اضافه قیمت و اضافه زمان ای بود که در اضافه زمان 45 درصد پروژه ها اضافه زمان داشتن و در اضافه قیمت 52 درصد پروژه اضافه قیمت داشتن از آنچه که قرار داد شده بود در ختم پروژه یک قسمت پول بیشتر هم برای کانترکتور ها و شرکت ها داده شده بود به نام توجیهاتی که خودشان داشتن یعنی این یکی از نمونه های بزرگ نوی سازماندهی اطلاعات ندادن اطلاعات به مفتشین و کوشش کردن به اینکه نواقص خود بپوشانن بود حالا من میبینم واقعا برای من خنداور است که در اعلامیه بانک جانی آمده که گزارش سیگار درست نیست گزارش سیگار از کل ده میلیون دلاری است که مصرف کردند. اما ما من حیث دیدبان شفافیت یکی از پروژه بسیار اساسی از اینار که راسازی روستایی است این را بررسی کردیم به این سلسله نتایج رسیدیم و همچنان در مورد وزارت مالیه میخوایم در مورد همین پروژه مشخص بگم نوی اقفال که مردم افغانستان مجلس نمایندگان در مورد همین پروژه راسازی روستایی که مربوط به بانک جانی هست انجام دادن در بودیجی ملی وقتی که شما ببینیم نوشته راسازی روستایی ادامهش نوشته غیر اختیاری غیر اختیاری یعنی که پروژه ها از را دولت افغانستان انتخاب نمیکنه در حالی که ایره به خاطر از انجام می دادن وقتی که میره به مجلس برای نماینده های پارلمان بگن که پروژه ها رو ما انتخاب نمیکنین بنان شما در مورد ازی که در کدام ولایت به مصرف برسه برای ما نظر نده حتی ما به یکی از پروژه ها دست یافتیم چون این راسازی روستایی بود بیرون از شهرها بود در نایی ششم کابل یکی از این پروژه ها تطبیق شده بود درسته نایی شش شکم کابل هم امی جز جزء همین کشور هست اما بحثی بود که در بیرون از شهرها باید مصرف میشد و در مورد اختیاری بودن و غیر اختیاری بودنش بود که یک مسئله بسیار بزرگ اقای تیموری چرا بانک جهانی و وزارت مالیه اینا دقت جدی بر پروژه ها نمی علتش میتونه در چی باشه از بانک جهانی و وزارت مالیه شاید در وزارت مالیه ما بگویم که خب فساد است یا عوامل دیگه وجود داره که سبب میشه که اینا اطلاع دقیق اول نتن و دوم ای که پول هزینه میکنن شاید که حیف و میل صورت بگیره بانک جهانی چرا دقت نمیکنه در پروژه ها ما یک چیز ما من حس کسایی که برنامه ها مدیریت میکنن کسایی که مدیری های پروژه هستن و ما هم در این کارا دخیل بودیم در یک پروژه یک سلسله نواقص اتفاق میفته اما شما نباید کوشش بکنین که نواقص پنهان بکنه در مورد بانک جهانی ما میتونیم سری بگین که بانک جهانی در گزارش سیگارم آمده دیدبان شفافیت قبلا هم حداقل یک سال قبلی رو یافتین که کوشش میکنن نواقصشان بپوشانن و زمانی که شما نواقص بپوشانیم شما به طرف اصلا نمیریم شما از 2002 شروع کردیم تا حال 2018 هست در این مدت شما نیاز است در مورد نواقص خود محدودیت های خود سریع برای مردم بگین و همچنان در این پروسه نواقص خود آیسته اصلا بکنین تا به یک مرحله از بهبود برسین این یکی از چیزهایی بوده که بانک جهانی متاسفانه انجام دادن یک مورد دیگی که بانک جهانی در مورد این تنها مسائل نیست در مورد بودیجی ملی افغانستان امسال در بودیجی ملی وزارت مالی هم ازان کردن قبل از او ما گزارش در روی بودیجه انجام داده بودیم که یک قسمت پروژه این در بودیجه خیالی هست این پول وجود نداره اما در داخل بودیج ملی هست و همی بودیجی ملی افغانستان در 15-16 سال گذشته مستقیم تحت نظارت بانک جهانی ساخته شده حالا بانک جهانی هم برای ما پاسخ بدن که چگونه مردم افغانستان برای شما اعتماد بکنن من حیث شرکا که میخواین تضمین شفافیت بکنین در حالی که بودیجی ملی افغانستان هم برای سالهای متواتر به شکل خیالی در اینجا می میشد خب دالی که اینا نتونستن که از 10 میلیارد حسابدهی شفاف داشته باشن بعد از اینکه کمک هایی که صورت میگیره یعنی جامعه جهانی چگونه دوباره پس اعتماد بکنه به اینکه کمک با این صندوق و هزینه شود بالای پروژه در افغانستان چون حساب دقیق صورت نمیگیره نه از طرف حکومت افغانستان نه از طرف بانک جهانی من یک چیزی که میخوایم بگم همین لحظه ای که ما و شما در سال 1397 مالی افغانستان هستیم یک قسمت بزرگ از پول هایی که بانک جهانی کمک میکنن روی بودیجی ملی اجرا میشه و این ممکنه برای سالهای آینده هم ادامه داشته باشه اما حالا که حرف در مورد بانک جهانی زیادتر شده ما امیدوار هستیم که از این مسائلی که بانک جهانی مطرح میکنن که گزارش صحت نداره یا وزارت مالیه به نحوه میخواین اونا رو توجیه بکنن به نظر من از این مسئله برگردن وقتش رسیده که بیاین روک و پسکنده با مردم افغانستان صحبت بکنن معدودیت های خود بگن و البته راه و چاره های هم در این زمینه برشان مطرح شده بوده ما وقتی که گزارش را انجام دادیم یکی از مسائل عمده مایی بود که پروژه ها را نباید وزرا و وکیل یا با نوه ارتباطات سیاسی شما انتخاب بکنه یکی چه با اتفاق بیفته که در داخل شهرها انجام بدیم پروژه باید به انتخاب مردم باشه مردم باید در این پروسه شریک باشن مردم افغانستان باید پروژه را انتخاب کنن که در کجا اتفاق میفته و به چه شکل اتفاق میفته وقتی که پروژه ها عملی میشه مردم باید مستقیم نظارت بکنن که آیا کیفیت کافی در پروژه هست یا خیر یک قسمت بزرگش در این زمینه برمیگرده که اینا نمیخواستن با مردم به صورت مستقیم کار بکنن ما درک میکنیم که با مردم کار کردن یک سلسله چالش داره اما با مردم کار کردن منفیت هایش بسیار زیاد هست شما میتونیم نظارت بهتر بکنیم از پروژه ها در انتخاب پروژه ها مردم سعیم باشن که بعدا در تطبیق پروژه ها به مشکل بر نخوره حکومت افغانستان تا کنون بارها ادعای صورت گرفته که اینا نتونستن که شفافیت در پروژه ها مد نظر بگیرن علتش میتونه که در چی باشه آیا خود حکومت اراده جدی اینا ندارن که پروژه ها رو بگونه درستش از طریق کمک های جامعه جهانی در افغانستان عملی بسازن یا که عمل دیگه وجود داره بنظر من یکی از مسائل در وزارت مالیه بوده وزارت مالیه واقعا نیاز هست در مورد انتخاب پروژه ها در مورد شفافیت بودیجی ملی که اخیرا یک سلسله اقدامات را کردن به اقدامات ادامه بدن و نقش مردم را در پروسی بودیجی ملی واضح بسازن و این میتونه در شفافیت از این پروسه کمک بکنه تشکر سپاس از اینکه در برنامه سپاس از این در برنامه بازار همراهی مان کردید تا دیدار بعد خدا